سلام و ادای احترام به همه آزادگان حاضر در این مراسم. من راستش میخواستم بیشتر در مورد پدر خودم و نسل پدر خودم و جانباخته های دهه خونین 60 صحبت کنم، راستش، ولی کهریزک نمیذاره. میخواستم در مورد زندگی خودم به عنوان فرزند یک اعدامی صحبت بکنم، ولی ترانه موسوی نمیذاره. واسه همین اجازه بدید اول از این نسل صحبت کنم، از نسل خودم و نسل جوانتر از خودم، که توی 2-3 ماه اخیر دیدید که چجوری توی خیابونا جنگیدن و بهشون شلیک شد، به زندان رفتن، بهشون تجاوز گروهی شد و کشتنشون. میخوام بگم نسل جوانای امسال، جوانای الان ایران چی میخواستن که جمهوری اسلامی بهشون اعلام جنگ داد؟ چی میخواستن که بهشون تجاوز گروهی کردن و اسمشو گذاشتن فتح المبین؟ چی میخواستن که اینجوری حمله شد بهشون و چی نمیخواستن؟ هستن کسایی که ادعا میکنن این جوانایی که اینجوری شجاعانه ایستادن جلوی این دشخیمان، برای این بلند شده بودن که میخواستن رأیشون رو پس بگیرن. ادعایی هستن که هنوز ادعا میکنن این جوونا برای پس گرفتن رأی آقای موسوی از احمدی نژاد اومده بودن توی خیابون. موسوی که وقتی خود جوونا ازش پرسیدن تو چی میخوای، گفت چی؟ همین جمهوری اسلامی که هست، همین حکومت و قوانین اسلامی که هست، همون قانون اساسی که داریم، منتها جمهوری اسلامی از نوع زمان امام، منظورش زمانیه که امثال پدر من رو تو دادگاه های چند دقیقه‌ای و قرون وسطایی به اعدام محکوم کردن. میخوام بگم جوانای این نسل چی میخواستن و چی نمیخواستن. میخوام بگم چطور میتونه جوانی که به خاطر مدل موی لباس، مدل موش و مدل لباسش آفتابه گردنش میندازن، دور شهر میچرخونن، بیاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخواد احیا بکنه، بخواد کسایی رو رأیشون رو پس بگیره که باعث جهنمیان که به ما تحمیل شده. جوان مملکت ما امروز آزادی میخواد، نه قانونی که برای سلب آزادی من و شما نوشته شده. جوان ما امروز برابری میخواد، جوان ما امروز رفاه میخواد، جوان ما امروز آینده میخواد. جوان ما از هر جور ستم و تبعیضی بیزاره، از اتوبوسای زنون مردونه بیزاره، از این ستم جنسی که 30 ساله به جامعه تحمیل کردن بیزاره. قانونای اسلامی که سر مادر من و نسل اون به زور چاقو و تیغ روسری کردن و جامعه رو جایی بردن که وقتی نوبت خواهرم شد دیگه فرض بود باید مقنعه سرش بکنه، قوانینی که توش شطرنج حروم بود، موسیقی حروم بود، جوون بودن و زن بودن توش جرمه. چطور میشه جوون اون مملکت برای احیای این قوانین اومده باشه تو خیابون؟ امکان نداره. جوون امروز توی ایران یعنی حسرت، حسرت یک ذره آزادی، حسرت یک چکه حرمت. بارها اومدیم فریاد زدیم، درسته بعضا شده پشت این بهانه اون بهانه خودشونو پنهان کردن، ولی طی 30 سال گذشته توی نسلای متفاوت بلند شدیم و حرفمونو زدیم، گفتیم بابا جان اگر ما حجاب اجباری نخواهیم باید بریم کی رو ببینیم، اگر ما حکومت اسلامی نخواهیم باید بریم کی رو ببینیم، اگر ما این فقری که به این جامعه تحمیل کردین نخواهیم باید بریم کی رو ببینیم. ما وقتی میگیم ما حکومت اسلامی نمیخوایم، حکومت مذهبی نمیخوایم، یعنی نه حکومت نوع خامنه‌ای، نه حکومت نوع موسوی، نه حکومت نوع رفسنجانی و خاتمی و اینا، زیر همه این حکومت ها ما رو کوبیدن، ما رو به نابودی کشوندن. جوون ما امروز، نوجوون ما امروز حسرت یک کفش، یک جفت کفش سالم داره،
حسرت یک شلوار داره که بپوشه، حسرت یه دونه مدرسه خوب داره، حسرت اینو داره که یه دانشگاهی بتونه بره که شهریش کمر خانوادهش خورد نکنه. میاد و از قوانین این جهنم دفاع بکنه. من شاید عجیب باشه این رو بگم، وقتی که پدر من و هم نسلی های اون رو اعدام میکردن، تمام حکومت همشون از خامنه ای و موسوی و رفسنجانی و خاتمی همشون عنوان میکردن و هم نظر بودن که اینایی که ما داریم اعدام میکنیم دشمن های نظام هستن. ولی امروز شاید میگم عجیب باشه، به نوعی میتونم بگم نسل پدر من خوشبخت بود، برای اینکه نرفت مبارزه بکنه، نرفت چشم تو چشم جمهوری اسلامی نگاه بکنه و بهش نه بگه، زندان رفت، شکنجه شد، اعدام شد، ولی گفتن دشمن جمهوری اسلامی بوده، نیومدن آرمان هاشون رو تحریف بکنن. مثل الان که از یه طرف میزنن، شکنجه میکنن، تیکه تیکه میکنن، بعدم یه عده‌شون میان میگن اینا چیزی نمیخواستن، اومده بودن قانون اساسی رو احیا بکنن. از این لحاظ نسل جوان تو قبضه صداشو سعی میکنن خفه بکنن. الان شما از هر جوانی بری توی ایران، توی هر شهرش بپرسی چی میخوای، میگه من آزادی میخوام، نمیگه من به امامو پس بدین، نمیگه بیان به من قوانین اسلامی رو پس بدین، آزادی میگه من میخوام، میگه من مردم از اختناق، میگه این زندگی که به من تحمیل کردین نمیخوام، آینده میخوام، حرمت انسانی میخوام، شادی میخوام. تمام چیزایی که یک جوان قرن 21 میخواد و برای اونا از سبز و راه راه و سیاه و خاکستری حرومه، من جوان میخوام. من میخوام بگم توی جوانای نسل امروز هزاران هزار قهرمان بی‌نام و نشان هست که اگر نذارن صداشون تحریف بشه و به جهان برسه، میتونه دنیا رو تکون بده. ما سر موضعی هایی داریم توی همین نسل خودمون، توی کهریزک ها گزارشاش هست، درس به بیرون درس کرده که توأم با تجاوز و شکنجه مقاومت کردن، با بازجوش و شکنجگرش بحث کرده. صدای اینا اگه تحریف نشه میتونه دنیا رو تکون بده. به نظر من و این محدود به این دو سه هفته نیست، این مبارزه، مبارزه 30 ساله، ادامه مبارزه انسانهای شریفیه که توی دهه 60 که شما شرکت کنندگان نمایندگان اون نسل هستین شروع کردن و این ادامه همونه. ادامه نهیه که شما به جمهوری اسلامی گفتین و ما سعی میکنیم اون نه رو نمایندگی بکنیم و با صلابتی که شما ایستادین توی اون دهه و تصمیم سیاسی که گرفتین و با وجود شدیدترین نوع سرکوب که تو تاریخ شاید کم سابقه باشه ایستادین، ما سعی میکنیم همون راه رو بریم، ما سعی میکنیم همون نه رو بگیم، این ادامه همون راهه. از روزی که پدر من و امثال پدر من بلند شدن و به جمهوری اسلامی نگفتن تا امروز، مردم ایران هیچ وقت دست از مبارزه با استبداد و عدالت خواهیشون بر نداشتن. هیچ وقت. ممکنه بعضن همونطور که گفتم پشت این بهانه یا اون بهانه رفته باشن، ولی هیچ کدومشون هیچ وقت جمهوری اسلامی رو با هیچ رنگ و لعابی نمیخواستن. هدف هممون نابودی جمهوری اسلامی بوده. نه ایرج شیرعلی میخواست، نه ترانه موسوی میخواست، نه ندا میخواست، هیچ کس ما نمیخوادیم. و امروز به نظر من یک بار سنگینی به روی دوش نسل من هست که پلی باشیم بین نسل گذشته و نسلهای جوانتر از خودمون تا بتونیم این مبارزه رو بست بدیم، این مبارزه رو قویش بکنیم تا به پیروزی برسونیم. خیلی ممنونم.